برابکس براتون یه اپیزود چیلکس داریم با بابا راجع به زندگی قبل از انقلاب. چطوری بوده یه روز معمولی واسه یه آدم، چطوری بوده یه بچه که درس میخونده جوان میشده چیکار میخواسته بکنه، آرزوهاش چی بوده، در این صحبت ها. بابا بگو برای ما مثلا قبل از انقلاب چطوری بوده زندگی، مثلا یه پسر مثلا وقتی مثلا 18 سالش بود میومد درس میخوند، 22 سالش میشد میومد بیرون، چی کارا میتونست بکنه؟ اینکه چه کارا میتونست بکنه که البته بستگی به شخص خودش داشت، ولی اگر منظور دیده که مثلا چه کارهایی بود که بتونه انجام بده، خب افرادی که میرفتن و تحصیل میکردن و تحصیلات دانشگاهی داشتن طبیعتا جذب دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی که خیلی فراوان بودن، کارخانجات بسیار زیادی بود، خب جذب اون کارها می شدن. البته این که گفتم اونایی که سواد داشتن به کارخانجات دیگه مربوط نمیشه، افراد بی سواد که خب دنبال کارهایی که ساده است و کارهای کارگری هست میگشتن، طبیعتا کار فراوان بود به دلیل اینکه کارخانجات زیادی داشتیم و ساخت و ساز ساختمون زیاد داشتیم. اون موقع چند تا کشور ماشین میساختن؟ من الان که چند تا کشور میساختن رو نمیدونم، ولی مثلا میدونم که در کل آسیا ژاپن بود فقط و بعد هوندا رو میسازه. کجاست؟ هوندا هم ژاپن هم یه کشور هوندا یا هوندا؟ نه اون موقع هوندا اصلا نبود. خب هوندا ژاپن، فقط هوندا فقط ژاپن بود. بله فقط ژاپن بود. پس آسیا فقط ژاپن و ایران میساختن؟ و تا اونجا که به یادمه تنها ژاپن بود و دومین کشور ایران شد که ماشین سازی رو شد. یعنی الان مثلا همین خیابون پر هوندا و تویوتاه اگه درست انجام میدادن الان پر ایران خود رو هم بود. بله به همین دلیل یه داستانی رو باید بخونم که شاه یه مشاور اقتصادی داشت که حالا اسمش رو یادم نیست چیه، اونو میخواد سال 56، اونو میخواد و بهش میگه که به من اطلاع رسیده که کره جنوبی که حالا همه هوندای رو میسازه، هایوندای رو میسازه، کره جنوبی آمده و تصمیم داره که مونتاژ ماشین ایجاد کنه. و خب ما که الان سالهاست داریم ماشین تولید میکنیم، مواظب باشید یکی وقت نکنه که کره جنوبی به گرد پای ما برسه. بنابراین باید فعالیتتون رو بیشتر بکنید در پیشرفت ماشین های ساخته شده در این حد. بله ولی حالا کره جنوبی کجاست و ما کجا هستیم؟ فقط به خاطر اینکه بلد نیستن چجوری کار کنن. ها بلد نیستن، یعنی نیرو که دارن بلد نیستن، که اصلا نمیدونند مملکت داری یعنی چی، اصلا نمیدونند سیاست خارجی یعنی چی، اصلا نمیدونند که اقتصاد یعنی چی. خب پس چجوری یعنی همه چیز رو خوب پیش میره برای حداقل اون سری آدمی که دارن کشور رو میچرخونن؟ یعنی من خیلی آدمای نه آدمایی که وس باشن، آدمایی که خیلی معمولیه، یارو مثلا چه میدونم چمنزنیه کمپانیش، با هم میگه هیچ جا مثل ایران نمیشه پول در آورد. خب بله طبیعی است، برای اینکه اون که کار چمنزنیه میره خب چمنش رو میزنه یه پول مزدی هم میگیره و مزدش هم با خب نه میگم داره کار میکنه کشوری. خب من طرف شاکیشو خب خیلی خوب میفهمم. کار میکنه که مثلا ما چند تا چمنزن های تو ایران نیاز داریم؟ خب آره، ولی هر کی حرف میزنه یه کاری میکنه، همه هم راضی هن. یعنی همه میگن واه نمیدونی اینجا فقط بی عرضه باشی پول در نمیاره، اونی که قرم میزنن بی عرضه. نه هیچ کس راضی نیست. این که میگن اونا که اگه بلد باشی، اونهایی که راه دزدی و تقلب رو بلدن بله خوب پول در میارن. چمنزن که خب دیگه تقلب نمی کنه. نه نه در سطح های بالاترش میگن. و بعد طبقه کارگری که داره از کارخونه حقوق میگیره، حداقل حقوقی که دولت تعیین کرده به کارگر بدن 6 میلیون تومانه. خط فقر الان زیر 20 میلیون تومانه. نه بابا. بله. اون کارگره که 6 میلیون تومان حقوقشه و بالاتر هم نمیتونه بگیره چون
قانونیش دولت گفته اینقدر بدید. چرا؟ چون دولت نمیتونه حقوق اینو بره بالتر. اگه بره بالتر کارخانجات همه برشکسته میشن. ناچاره که فشار رو بذار روی کارگر، از کارفرما حمایت کنه که حالا اگه چند تا کارخونه که لکه لک میکنن که خیلی تعدادشون هم کمه، حداقل اونا از پا در نیان. اون زمان اصلا، حالا باز ادامه بدم، تمام دانشجویان ایرانی که برای تحصیل به کشورهای خارج از ایران مثل اروپا و آمریکا و کانادا میرفتند، به محض اون موقع کانادا تو بازی بود هنوز؟ جان؟ اون موقع کانادا تو بازی بود؟ بله. به محضی که اینها تحصیلاتشون تمام میشد، بلا فاصله حتی منتظر گرفتن مدرکشون نمیشدن. بینید چون آماده و پرواز میکردن میومدن ایران، چون شوق زندگی در ایران رو داشتن. توی دنیا فقط 3% دنیا مهاجرت میکنن، 97% آدم ها همونجا که به دنیا آمدن همونجا میمیرن. بله. حالا مثلا هیچی مهاجرت اصلا کنن دوست نداره، طبیعیه، فقط زوره دیگه. آره دیگه، خب من دارم میخواد الان مثلا برم تو ایران راه برم، دوستای ایرانی رو ببینم. مثلا دنیای من عوض شد از وقتی که از ایران اومدم دیگه، هیچ وقت نتونستم. چون تو ایران اگه تو خیابون یه نفر میدیدی و مثلا با هم وای میسیدید سر یه چراغ قرمز، یا یکی میخورد زمین بعد جفتتون با هم کمکش میکردین، بعد یه حرف اومد یه حرف میزدیم، گفتم چی پسر خوبی هستی، اسمت چیه، تلفن میدیدی، شب میز زنگ میزدی، حالش میپرسیدی، بعد فرمودی میری رستوران بهش میگفتی، اونم میومد باهاش آشنا میشدی، بعد اصلا یه رفیق شدی. اینجا اصلا هم چیزی به نظر اصلا امکان نداره، چون انقدر همه متفاوتن، همه چیزای متفاوتن. باید مثلا توی یه گروه بیفتی، همدیگر چند بار ببینی تا حاضر باشی مثلا با هم دیگه حرف بزنی، حتی چه برسه که تلفن رو ادادت کنی، چه برسه که همدیگر رو دعوت کنی به مهمونی و این حرفا. مثلا من خودم تو ایران بودم خیلی خوشحال بودم، خیلی دوست داشتم، خیلی همه چی رله بود. اینجا که اومدم خیلی همه چی آشغالی شد، همه چی خیلی لوس شد، خیلی از اون قسمت چیزو از دست دادم. برای همینم آدما میومدن فکر نمی‌کنم خود عشق ایران بوده، همه فکر خودشون بودن، برای خود خودش بره خوشحال بشه. تو خوشحال نبوده ایران چیه؟ نه اینطور نیست. اولا واقعا همونطور که تو گفتی، دلیلش این بود که انقدر در ایران خوشی بود، انقدر کار بود، انقدر امکانات مختلف بود. شما فکر کنید ببینید الان در کشور کانادا با این همه پیشرفتگی که ما در ونکوور زندگی میکنیم، تو این ونکوور شما یه دونه کاباره نداریم. کاباره چیه؟ کاباره جاهاییست که شبا مردم میرفتن توش میرقصیدن، نمیدونم برنامه های مختلف اجرا میشد، نگاه میکردن، شوهای مختلف رو نشون میداد. اون زمان ما تا تو ایران فقط دختر میرقصید دیگه، از شو هم زدین دیگه. بله؟ فقط دختر میرقصید؟ نه خیر، انقدر برنامه های مختلفی بود، تمام شب از کشورهای آمریکا و اروپا وارد می‌کردن می‌آمدن. مثلا یه مثلا شمشیر قورت می‌داد. یکی بیا نه شمشیر بود. کارهای مختلف مثلا آکروبات بازی می‌کردن و بعد برنامه‌های موسیقی هنرمندان خیلی معروف. خب هستی که الان کنسرت شد، الان دیگه پیشرفته شده کنسرت. یه شب وقتی مثلا اون موقع 1,000,000 نفر یه جا جمع میشن، مثلا فکر کنم این هندل کردن اینو. اون جدا هست با اینکه اینها مثلا فقط اون سال دو بار برنامه میذارن. تو ایران تو هر شبی که هر کسی حال عشقش میکشید به امشب برنامه ببینه، پاشون میرفت اونجا. اون خیلی فرق میکنه. و بعد مثلا لاس وگاس سر و بعد همه چیز زنده بود. درستش کنسرت هم زنده است. یه سوال، تو اون موقع خب مثلا وقتی مهم بدونی نرمه دادن انگلیس رفته بودی؟ بله. چطور بود؟ اونجا مثلا اونجا هم خیلی پیشرفته بود یا نه اونجا عقب مونده بود؟ نه خب انگلیس طبیعتاً پیشرفته بود اون موقع. نه وسط شهر اصلی ها، یه چیش شخص اصلا 5 کیلومتر از شهر دور شدی؟ بله بله، مرسان اونجا انگلیس کشور آبادی بود و پیشرفته بود و تکنیک داشت و خیلی برطورت تو دنیا تقریبا حرف اول رو میزد دیگه از در سیاست خارج. بله مثلا دبی رفته بودی اون موقع؟ دبی بله، یه دهات بود، دهات، فقط یه دهات. اون هم شما رفتی بودم، باید فکر کنید رفته اونجا برای تفریح، گردش یا دیدن، چون چیزی نداشت که ببینیم. بیابان بیابالف با خونه های خیلی معمولی، خیلی خیلی معمولی. یه دوستی داشتیم رفته اونجا کار میکرد، بیدم که بیا با هم فرانی بریم یه دو سه روز اونجا بمون. من هم پشتم باش رفتم.
جزیره کیش داستانش قرار بود ایران همون دبی بشه در واقع. بله، این ایده جزیره کیش رو در عقد شاه به وجود آورد که بعد دبی تقلید کرد، به همین دلیل کیش رو درست کرد و شروع کرد به کاباره ساختن در اونجا. کار کاباره یا؟ بله یعنی تو کار کاباره بودی فقط؟ خب همه بودن، چون لذت بخش بود. کاباره درست کرد، نمیدونم کازینو درست کرد، یه بازار سنتی ایرانی درست کرد و یک هتل بسیار زیبا ساخت. اون زمان کنکورد تازه درست شده بود و خیلی شهرت داشت و معروف داشت. برای بچه هایی که نمیدونن، کنکورد تنها هواپیمایی بود که از سرعت صوت تندتر میرفت و مثلا از نیویورک تا فرانسه مثلا 4 ساعت و نیم 5 ساعت و نیم میرفت. حالا دوباره من دقیق نمیدونم، یکی نره بگه 6 ساعت بود احمق جاکش، الکی اطلاعات نده، ولی خیلی خیلی سریع بوده، ولی چون خیلی 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 گرون بود نمیتونست پولشو در بیاره. کم آدم سوارش میشد و تیکتاش بعد خیلی گرون بود و همین مارو ورشکست شد. خب هفته دو بار کنکورد تو جزیره کیش به زمین میشه. نه بابا. بله. که افرادی که بخواستن میان تفریح کنن میادن اونجا، انواع اقسام تفریحات. یعنی فقط دبی میتونست یه جزیره مون باشه. بله. و خب این رو ایجاد کرد. خب یه سوال دارم. بله. الان یارو یه نفر هست، حالا یه آدم هست صاحب کشوره، خب بهش کاری میگیم آقای اکس، بعد آقای اکس رو میان میزنن زمین، آقای وای میاد. خب بله. بعد آقای وای میبینه آقای اکس یه نظر داشت که بیاید جزیره درست کنه، اینجوری کنه اونجوری کنه و آدمای خارجی بیان سرمایه‌گذاری کنن، کلی پول در بیاد. چرا اون آدم به این ایده نمیچسبه؟ برای اینکه اینها برای ساختن نیامده بودن. خب هستش که داره زندگی میکنه، چرا نسازی؟ من نمیفهمم این موضوع رو. چی رو؟ تو مگه اونجا زندگی نمیکنی؟ مگه ایرانی نیستی؟ چرا؟ مگه نمیخوای جای کسی بهتر باشه؟ اگر تو قصر نشستی همسایت هم توی خونه شیخ باشه بهتر نیست؟ من میخوام، امثال من میخوام. خب نه، چرا یه آدم نخواد؟ میگم حکومت نخواسته، نه ما نخواستیم. خب چرا؟ من نمیفهمم. این حکومت آمده بود که ایران رو تخریب کنه. چرا؟ به خاطر سیاست‌های خارجی آمریکا و انگلیس و ژاپن و غیره. چون ایران داشت ژاپن دوم میشد، رقیب داشت، رقیب دنیا میشد در صنعت و نفت هم داشت و نفت فراوان. بله. و این بود که اینها قصد تخریب ایران رو داشتن به همین شکلی که الان شما میبینید. خب من نمیفهمم چطور این کار میکنه. من الان قصد تخریب ژاپن هم دارم، میدم یه سری آدم ژاپنی میگیرم، میگم این رئیستون رو بندازین بیرون بکشین فلان، گم بزنین تو ژاپن. و اونا میگن اوکی. خب چرا میگن اوکی؟ حالا میگن اوکی 3 سال بکنم، بس 3 سال میگم کسخونی. خب نکنیم این کارو، کشورمون رو بسازیم، کشوری که مال خودمون هست الان، نفتم که داریم، بیا بسازیم بشیم ژاپن دوم، همون چیزی که اصلا نمیترسن بزن ما مسئولش بشیم. خب ببینید چرا بر نمیگردم. من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. یک من کمک کنه بفهمم. ببین این خمینی هم که اگه مسئولی که خمینی که مرد. خب خمینی مرد، بعد از خمینی کسی جای نشونش از 60 درجه از خمینی بهتر باشه. ولی مثلا میگم مثلا فرض کنید دیلی با خمینی بسته بودن که آقا خمینی تو اگر شروع کنی ایرانو ساختن، ما زن و بچه‌تو میایم میکشیم دیگه. همچین دیلی با خامنه‌ای که نداشتن. ببینید شما با خامنه‌ای داشتن. خامنه‌ای که اصلا از قدیم و ندیم از طرف روسیه تو آبنمک خوابونده شده بود برای چنین روزی. سیاست‌های کشورهای استعماری که انگلیس در رأسشون بوده از اول دنیا و تا حالا هم هست، الان واقعا آمریکا از انگلیس درس میگیره، هر کاری انجام میده. بنابراین اون انگلیس این دین اسلام رو به شیعه اسلامی رو انگلیس اصلا به وجود آورد. اگر شما برید تاریخ رو بخونید، تمام آخوندهایی که در اولین آخوندهایی که در ایران به وجود آمدن از زمان پیغمبر، که تو ایران آخوند نبود، که چون در زمان خود پیغمبر اصلا آخوند نبود، آخوند تقریبا از اوایل یا یه خود قبل از صفویه در ایران شروع شد. الان اگه تاریخ رو بخونید، تاریخ ها که تمام آخوندهای اولیه که در ایران آمده را به عنوان آیت الله های خیلی معروف شدن، تمام دست پرورده انگلیس و در انگلیس تربیت شده بودن.
چه بیان تو ایران و این تبلیغات اسلامی رو به این شکل راه بندازن و موجب عقب ماندگی مردم، گرفتاری مردم در خرافات، در مذهب، این عزاداری هایی که مردم میکنن در روزهای تاسو و عاشورا، تو سر کله هم دیگه میزنن، قمه میزنن، تو گل قلط میخورن، این کارهای احبقانه رو در زمان پیغمبر که این چیزه نبود، که اینها یادشون دادن همین آخونده. و بنابراین انگلیس از سالهای خیلی خیلی پیش که ما هنوز ما هم به دنیا نیامده بودیم، در سه نسل، چهار نسل، پنج نسل قبل از ما، مردم شروع شدن به تحمیق مردم، مردم غرق در خرافات کردن و گریه باید بکنید، زاری باید بکنید، باید برید بغلغت، برید بهشت و حوری و بهشتی اونجا ببینید و سلام. در نتیجه خب این آمادگی رو از سالهای خیلی قبل انگلیس ایجاد کرده بود برای همچین زمانی، بعد یک دفعه اینا رو آورد. مملکت افتاد دست یه عده آخوند، آخوندی که از سیاست هیچی نمیدونه. خیلی خب، اولاق ترین آدمی که رو کره زمینه اومد بالا سر ایران، ایران رو گرفت دستش، سه سال هم کسخلبازی در بود، بعد سه سال روز تو همون بودش سرشون میشست، بعد نگفت آقای خوب تو که کشور دستته، مردم هم که مطیتن، سرباز و جنگ و سپاه هم که داری، خب چرا نیاییم بسازیم این کشور رو، بیام از سالی یه دونه بیمارستان بسازم، بیا سعی کنم 5% این پولی که دارم همه رو میدوزم و تو شهر خرج کنم، بهترش کنم. چطوری میشه یه انسان، کثیف‌ترین انسان با این منطق نیاد بالا؟ بعد نه یه نفر، نه دو نفر، ده ها هزار نفر. خب شما توجه نداری، خب بچه بودی اون زمان. اینها آنچنان جو خفقانی در اون مملکت ایجاد کرده بودن، مردم حق انتخاب لباس نداشتن، مردم حق انتخاب اینکه تو خونهشون یه مهمونی بگیرن نداشتن، میریختن تو خونه ها وحشیانه، یه عده آدم های وحشی، یه بیست ده نفر، پونزده نفر توی خونه جمع شدن با هم مهمونی دارن، یک دفعه میبینید ده تا آدمی که مسلسلا رو اینجوری گرفتن رو به مردم و آدم وارد تو ساختمون شدن، اصلا برای مردم یه رمقی نمیمونه، جرأتی نمیمونه. مردم اون کاری ندارم، اونایی که مسئولن رو میگن، مسئولی که همه از خود اینا هستن، تمام اینا مسئولین. بابا نمیگی، سوال من نمیگیری، میگم مثل آدم باهوش داریم مثل تو که کشور سازن، مثل من اولاغ هم داریم که گاوه گاوه مثل من. بلد. من میام تو رو میکشم، میشینم پای کشور، خب حالت هم میکنم واسه 5 سال، خب بعد از 5 سال چرا من به عقل نمیام که خب بهتر نیست ما کیش بجن که برای ما درآمد نداره، درآمد داشته باشه؟ اجازه بهشون نمیدن، اینها آمدن که دستورات اونها رو اجرا بکنن، اجازه نمیدن که الان با هم دعوا دارن. همیشه همه اینا درگیریه، اینا همش درگیریه، اینا همه درگیریه. همین الان همین اعتراضاتی تو ایران بلند شد، این همه آدم مردن، آمریکا چیکار کرد؟ آمریکا واسه کدوم کشور کرده؟ مگه مثلا خاله اساسی چی آمریکا باید کاری میکنه؟ من نمیفهم چون همه آمریکا تمام آمریکا به همین ریزه برای نفع خودش تمام انقلاب میگیم من رفتم کمک کنم. بله تمام انقلاب هایی که در دنیا ایجاد میشه، خیلی خوب، بس واسه چی میخواد کمک کنه؟ آمریکا به نفع خودش باشه فقط کمک میکنه. خیلی خوب، همینجور الان هم اینجا ایران به نفع اونا بود که ایران خراب بشه. آها، و تنها انگلیس که نبود، که آمریکا هم هست، آمریکا هم نفت ایران احتیاج داشت. بنابراین این کشورهای استعماری همه دستشون دست هم دیگه است، با هم، اروپا با آمریکا، با همه کارهای خودمون. این نخست وزیر ما در تمام اعتراضات رفت شرکت کرد، افتاد جلوی مردم فلان نروا، چی کار کرده؟ این همه دوست تو این کشور ریخته چی کار کرده؟ پسرای خب یه سوال دارم. بله. تو بودی چی کار میکردی؟ چون من اگه بودم همین کاری که این کرده کردم، چون میگم اون که دیگه دزدیده کشورم که الان بر نمیگرده، به قول تو اگه آمریکا و انگلیس میخوام بمونن دیگه کانادا سگی کیه؟ خب الان که یارو پول دزدیده 100 میلیون دلار پول داره، چرا نه تو کشور من خرج کنه، اون سبب بیاره میاد یه دونه گستیشن میخره، یه دونه سوپرمارکت میزنه، یه دونه رستوران میزنه، هزار نفر زیر دستش من کار کردن، منم بودم میگفتم لطفا بیاین کانادا. نمیگم که چرا، بله اینا منافع خودشونو میخوان، ولی میخوام بگم داستان استعمارگرایی که تو میگی چرا فلان،
اینا پشت پرده کار میکنن. آقای نخست وزیر کانادا بله میاد خودشو خوب نشون میده، در اتحادیه شرکت میکنه، ولی آیا یک قدم برداشت یه دونه از این آقازاده ها رو گرفت از این مملکت خارج بکنه؟ اینا همش آموزشش که اینا به اونا میدن، شما هر کاری میخواد بکنید، ما از این طرف یه وزوزایی برای خودمون میکنیم که یعنی بله ما هم از مردمی رو حمایت بکنیم. چیکار کردن؟ تمام شد. الان به نظرت ایران میشه درست بشه؟ میدونم میشه درست بشه. به نظر چند ساعت طول میکشه درست بشه؟ داشتیم با یه نفر صحبت میکردیم، اون میگفت ایرانی ها بی فرهنگ نیستن. من گفتم بی فرهنگن. گفتش که نه بی فرهنگ نیستن، ایرانی ها همه آدم های خیلی خفنی هستن، قدمت 14 ساله داریم فلان بسار. گفتم نه، ما الان قدمت 40 ساله داریم، ما چیز جدید شدیم. اون 14 سال رو قبول دارم، 14 سال بود، ولی هر چیزی که شروع میشه یه جور تموم میشه. ما 14 سال قدمتمون، 5000 سال قدمتمون، هر چی که هست 44 سال پیش تموم شد. 44 سال پیش که ببخشید از زمانی که اعراب به ایران حمله کردن و ایران رو تسخیر کردن از اون زمان تموم شد. چه وقت یعنی؟ میشه 1400 سال پیش. چون شما اگر تاریخ رو بخونید ببینید که اینها تو ایران چه جنایاتی کردن، ریختن مثل وحشی ها. به هر شهری که رسیدن مردها و پسرها رو کشتن، تمام زنها رو به اسارت جنسی گرفتن رو با خودشون بردن و جو خفقان و همه که دین اسلام اینه یه سری مردم اون زمان که فرهنگی وجود نداشت، همه مردم هم باور کردن که اینا دارن راست میگن، افتادن به دنبال اینها و طبیعتاً خب شد اینی که تا الان هم ادامه داره. این ادامه 1400 سال پیشه. خب ولی به نظرم مهر پایان یا استانداردش 44 سال پیش خورد، چون دیگه کامل قاطی شد. چون مثلا اگه منو به من 8 سال پیش عکسایی که میبینم، توضیحی که میشنوم از خود شماها، فیلم ها اینا، من حاضرم اون موقع زندگی کنم تو ایران 100%. توضیح بدم، این توضیح من گفتم 1400 سال پیش شروع شده. 1400 سال پیش بدبختی های ایران و عوض شدن فرهنگ ایران رو بحث میکنم. و از 1400 سال پیش این رو به انحطاط رفت تا زمان پهلوی، تا زمانی که رضا شاه آمد. دوره قاجار که آخرین پادشاهان ایران بودن قبل رضا شاه، به شاه سلطان حسین گفتن که آقا اشرف افغان حمله کرده به ایران، داره میاد. آخوندها رو جمع کرد، گفت چی؟ استخاره کرد، گفتن خب هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یهو بهش خبر که آقا افغان رسیده پشت دروازه‌های تهران. با آخوندها گفت استخاره کنید. استخاره کردن، نه خیر، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما در رسیدن آقا رو گرفتن و خب اون بلایی که نباید به سرش بیاد به سرش در آوردن. خب این تا آخرین دوره قاجار ادامه داشت. رضا شاه که آمد، روحش شاد باشه، شروع کرد به فرهنگ عوض کردن. فرهنگ عوض کردن مردم. چه مردمی اون زمان که داشت آمد؟ وقتی عکساش وجود داره، وقتی وارد شهر تهران میشه برای اولین بار که کودتا میکنه، وارد شهر تهران میشه، از هر خیابونی عبور میکنه میره گوشه خیابونا، همه آدما افتادن، معتادا رو هم دیگه قلط میخورن، همه کچل، همه مریض، همه فلان جرف. و خب بعد شروع شد به اصلاحات، ولی دستش بسته بود و یه میشود این ملت رو بینا راحتی درست کرد. ولی خب کم 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 ظرف 20 سال به اندازه 2000 سال کار کرد. و بعدش هم که پسرش اومد، او هم حالا این به نوع دیگری البته با امکانات بیشتری، با فرهنگ بیشتری، تاثیر کرده سوئیس بود. رضا شاه در تمام عمرش از ایران پاش بیرون نداشته بود، فقط یک بار رفت ترکیه برای دیدار آتاتورک، فقط. دنیا رو ندیده بود. خیابون پهلوی رو درست کرده در اون سالها. حالا کسی نیست بپرسه که آخ این رضا شاهی که اصلا نه دنیا رو دیده، نه جایی رفته، نه اون زمان اینترنت بود، نه رادیو بود، نه هیچی بود که آدم خبر داشت باشه که اون ور دنیا مثلا خیابونای پهن هست. تا اون زمان او تمام کوچه پس کوچه های ایران، الان محله های قدیمی ایران شما میرید، کوچه ها میبینید همش حد اکثر عرضشون حد اکثر 3 متره.
و بعد این کوچه رو میری، بعد دوباره اینجوری دوباره دست راست میپیچی، دوباره میری دست چپ میپیچی، دوباره دست راست میپیچی، دست چپ. چرا؟ چون هر کسی زمینی داشت میخواست خونه بسازه، میرفت یه جایی رو میگرفت. حالا اینا میافتاد تو بس خصوصا خیابون بکشن، ناچار بودن هی دور خودشون بچرخن با خیابون های 3 متری. رضا شاه کجا شعورش رسید که آه باید خیابون رو بند کرد؟ و باز یه داستان دیگه بگم. وقتی دستور ساخت اولین دانشگاه رو تو ایران میده، یک کسی رو مأمور میکنه، میگه برو آقا بگردی زمین مناسب پیدا کن، میخوایم دانشگاه بسازیم. اونم بیاد همین زمین فعلیه که دانشگاه تهران هست رو پیدا میکنه، ولی اون موقع مثلا این زمین فرض کنیم 200,000 متر بوده، 100,000 متر بوده، حالا دقیقه نمیدونم نشون دیگه. و بعد میرم میگم قربان پیدا کردیم، میگه بریم من خودم ببینم. میاد یه نگاه میکنه میگه این چیه؟ میگم قربان این زمینه برای ساخت دانشگاه. میگه تو این چند تا آدم جا میشه؟ میگم قربان حداقل 3,000 نفر 4,000 نفر توی میتونن باشن، 2,000 نفر. میگه خب، و بعدم توضیح میده میگه ما اول دانشگاه که میخوایم درست کنیم فقط 4 کلاس ممکن داشته باشیم، ممکن 40 دانشجو داشته باشیم، ولی حالا ما پیش بینی میکنیم مثلا به 2,000 تا برسه. میگه شما فقط 5 سال آینده رو ببینید، فقط 10 سال ببینید، 50 سال آینده دیگه چی؟ باز این زمین کافی برای این کار؟ برید تمام از زمین ها دور برش رو بخرید که بعد میرن زمین ها دور برش رو میخرن که میشه این دانشگاه. ببین وسعت مغز این آدم رو، نه درس خونده، نه خارج رفته، نه اینترنت دیده، نه هیچی هیچی. حالا یه سال چقدر آدم ها یه چیز احمقانه و داستانی و دروغ و اینقدر قوی باور میکنن، حقیقت و علم و شواهد و اینا براشون سخته. بی فرهنگی؟ من فرهنگ ندارم. چون مثلا یه چیزی که هست خشنه، مثلا میگن، مثلا راجع به داروین که حرف میزنن، میگن حلقه گم شده، حلقه گم شده. بعد میگم آخه مادر جنده، تو اصلا نمیدونی داروین چی زرزده داری میگی. یه فقط از کل داستان داروین شنیدی که هر وقت شنیدی داروین مثلا توتی بگو حلقه گم شده. حلقه گم شده هر کسی 30 سال پیدا کردن، این هنو تو کفشن. بله میدونی چی میگم؟ میدونی اینقدر احمقن. مثلا یکی از چیزایی که میگن آدمای چیز که به دین باور دارن، توی من با آدمای دینی که میگم اکثرا اونایی که تو آمریکا زندگی میکنن راجعشون حرف میزنن، بهشون میگه ما از میمون اومدیم، و جوابش میگه چیه؟ میگه اگه از ما میمون اومدیم چرا هنوز میمون هست؟ بعد همشون میخندن که چقدر ما احمقیم میتونیم اینم چیز داد. میگه خب ما لقبه همه میمون کردن آدم، از 1,000,000 میمون یکیشون شد آدم، 999,999 تا دیگه‌اش موندن میمون. چی رو نمیتونی بفهمی؟ ولی گاون واقعا. من اینو نمیفهمم. نمیدونم چی جوری بگم. ببین این آدم بعد دو جور شده. یا آدم هست که میفهمه، آدم که نمیفهمه. خب اونی که میفهمه که میفهمه. اونی که نمیفهمه داره هر روز گوش میده، زیر سعی میکنه تو مغز خودش بفهمه دیگه. میدونی چی میگم؟ خودش باور داره که میفهمه دیگه. واسه همین داره نگاه میکنه. بعد مثلا میخواد ببینه الان روزه یا شبه، بیرون نگاه میکنه، بعد میگه مثلا الان یه خورده نه خورشید نمیبینم، ولی الان شب روشنه یا روز تاریکه بار ابری، من نمیفهمم. بعد یکی میادش میگه آقا این شبه، بعد یارو باور میکنه که شبه. خب بعد منو میبینه، من بهش میگم که داداش من شب نیست، روزه، نگاه کن ساعت داره میگه روزه، نگاه کن ماشین تو خیابوناست. بعد الان مثلا میتونی به ساتلایت وصلشین ببینی که روزه، خورشید مثلا الان پوزیشنش اونجاست، حالا الان ابر، ببینم با آیپد میتونم بهت نشون بدم کجاست. و همه حرفا که تموم میشه میگه تو شیطانی. خب اگر تو همچین کوشش یا به این راحتی باور کردی که شبه چون خوشو نمیبینی، چرا حرف منو باور نمیکنی؟ اگه بعد از توضیحات خیلی عاقلانه و علمی من شیطانم، چرا اون اولی که با تو من فقط من از کونش گفته شبه اون شیطان نیست؟ میفهمی منظورمو؟ بله. یعنی دو تا آدمن همه. بله. میگه میفهمم نمیفهمم. میگم خب تو که همیشه نمیدونستی خود وقتی روزی که به دنیا اومدی یک میشد توی اتاق درود میبستیم امروز بلندت میکردیم که بهت نمیگفتیم تو خدایی. خدایی تو نمیدونستی که خدا وجود داره. هیچ چیشو نمیدونستی. پس بعد
تو 18 سالگی در روز باز می‌کردی بعد یاد می‌دادی بعد یاد می‌گرفتی، درسته؟ پس تو که یاد می‌گیری چرا بیشتر یاد نمی‌گیری؟ یا فقط اینکه مثلا یه مغزشون یه دونه حافظه داره میره توش درش بسته میشه دیگه هیچ چیز نمی‌تونه یاد بگیره، همون دارن فقط یاد می‌گیرن. یعنی روز اولش گفتم مثلا مرغابی خداست دیگه تا آخر عمرش مرغابی رو می‌پرسید. حالا اگه شما خدا تو ابره، مرغابی خدا نیست، اون خدایی که ما می‌پرسیم تو ابره. گفت شما دیوانه اینه، شما احمق، شما توهم دارید، ابر رو می‌پرسید، ابر چیزی نیست روش. مرغابی داستانه. بله. اینو چی میگی جوابش بده؟ آقای بود به نام کسروی. یعنی آقای کسروی اولش آخوند بود خودش. خب بعد این آخوند آمد و تبدیل شد به یه آدم ضد آخوند و لباس روحانیت از تنش در آورد و کتاب‌های متعددی داره و تاریخ کسروی یکی از بهترین کتاب‌هاش که تو ایران چاپ شده. این آدم میشه قاضی بوده، تحصیل کرده بود و حقوقدان هم بوده، میشه قاضی میشه. شخصی به نام نواب صفوی که شاید شنیده باشید در ایران درست شده بود در زمان شاه، که این نواب صفوی بازم از دست پرورده های انگلیس شروع شده بود تبلیغ اسلام. یک بار به دلایلی میره پیش کسرویه، با کسروی وارد مذاکره میشن راجع به دین اسلام. بعد کسروی ازش سوال میکنه که این که شما از این ائمه اطهار میگید میشه یه اسمی از یکی از اقدامات اینها که کوچکترین خدمتی به بشریت کرده باشن اسم ببرید؟ اونم شروع کنه به چیزای مزخرف گفتن. مثلا از جمله میگه حضرت زهرا در دارالخلافه یزید خطبه خوند که همه رو به تکان در آورد. خب میگه خب اون که در اونجا رو خطبه خوند نرفت که از مردم دفاع کنه، که از خودش دفاع کرد، یزید هم بهش خونه داد، زندگی داد، فلان داد، رفت از سر زندگیش. خدمتی به مردم کرد چی بود؟ چیکار کرد؟ آیا گزندی به یزید وارد شد در اون زمان؟ که نشد که. خلاصه سوالهای مختلفی میکنن. بعدش آخرش نواب صفوی میبینه نه اصلا نمیتونه، میگه تو اصلا شیطان هستی و اولا میشه میره. یه هفته بعدش یه هفته رو هم برمی میره تو همون دادگستری، تق 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 میذاره کسروی رو میکشه. کسروی اون آدم خوبه است؟ بله دیگه، میذاره کسروی میکشه چون میبینه نمیتونه اینو قانع بکنه و هر کاری کرده و این ممکنه این حرفا رو برای مردم بزنه. و جالب این است که آقای کسروی در اون زمان که شاید مال حدود نمیدونم دقیقاً باز 100 سال پیش باشه، حدوداً دور بر 100 سال پیش باشه، برمیگرده میگه ملت ایران یک حکومت با آخوندها بدهکار هستند. که بفهمن داستان چیه؟ که بفهمن چیه؟ آها، پشت پرده مردم نمیفهمیدن. باید بدن روی کارت واقعا بفهمن. انقدر دروغ میگفتن، مردم میگفتن یه درصد هم راست بگه. نه، ضمناً میگفتن انقدر اینا مردم رو تحت تاثیر خودشون گرفتن که یک روزی غلبه خواهند کرد و حکومت رو دست میگیرن. همونطوری که شد دیگه، چون آمریکا و انگلیس معجزه که نکردن در انقلاب ایران، از طریق اسلام وارد شدن دیگه. و اسلام بود که خمینی آمد و گفتن خمینی داره میاد، عکسش رو تو ماه مردم دیدن، همه گفتن شب نگاه کنید عکس خمینی تو ماه میبینید. فردا صبح از هر کی پرسید قاره من دیدم. آقا حتی اینو قانع کن، آقا تو چی دیدی؟ چه جوری دیدی؟ من دیدم. من به یه دونه از این آدمایی که دین باوره گفتم من امام زمانم، بعد میگفت کس چه نگو، میگفتم تو سگی کی هستی که تو تصمیم خدا تصمیم بگیری؟ میدونی چی میگم؟ یعنی منطق خودشونم بیشوره، میگم تو پنج سمی من وقت باشه راست دارم میگم، ولی میگم نه خدا امکان نریادن مثل تو رو بکنه امام زمان. میگفتم تو کیه که واسه خدا تصمیم بگیری؟ بعد اینو نمیتونه بفهمه که انقدر احمقه، چون مگه به خدا واقعا باور کنم بعد دیگه هیچ چی دیگه نمیگم. اگه یهو یه سگ بیارم بگن امام زمانه، میگم میپرستم سگ رو. بله، چون میگم خدا حتماً دلیلی داره که سگ رو چیز کرده. سگ که چیزه، من میگم من امام زمانم، میگه خدا تو امام زمان نمیکرد. میذارم چی میگم؟ این چقدر تو باید احمق باشی که اینو نتونی بفهمی. بعد این مغزای مردم رو شستشو دادن قرن هاست، ده سال ها قرن هاست که
مغز مردم رو شستشو دادن و بعد جوری مردم هم بی فرهنگن، باور کردن از خونشون هم بیرون نمیاد. همین الانه افرادی که از ایران خارج شدن آمدن تو آمریکا و اروپا، بعد سفره هست عباس پر میکنن تو آمریکا. یارو انقدر در ثروت غرق بوده که بلند شده آمده تو آمریکا رو داره زندگی میکنه. خود ما اصلا یه دوستی داشتیم، یه خانومی بود که این خانوم تحصیل کرده انگلیس هم بود، یعنی از بچگی برده بودن گذاشتن تو پانسیون انگلیس، در این حد خانواده مرفعی داشتن. یه شب همینطور صحبت بحث از این حرفا شد که خدا فلان خدا اینا. گفتم که خانم هی میگه خدا 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 چیه؟ گفت من هر وقت هر تقاضایی از خدا کردم پذیرفته. گفتم خانم خدا نپذیرفته، ثروت پدری شما باعث شده که شما فکر کنید از خدا هر چی خواستی پذیرفته. ولی اینطور نیست. همون خدا زمانی بود که تو سوریه تازه همین جنگ شروع شده بود. گفتم اون خدایی که شما هی میگید الان این بچه های آواره تو زمستان، آواره سوریه، تو چادرها و یک کم خدا خدا میکنن، بچه ها خدا به داد اونا نمیرسه. فقط خدا خدای شماست؟ نه کلا هرچی خوب بشه خدا کرده، هرچی بد بشه تقدیر بوده، خدا خواسته، تقدیر بوده. و تقدیر من فارسیش نمیدونم چیه، میگن تقدیر بوده، حتی فارسی هم نیست، عربیه تقدیر بوده. چقدر جالبه که اینقدر این موضوع نمیدونم حالا شاید تو چون بچه بودم به ما یاد دادین، ولی واسه من اصلا هیچ وقت نمیتونستم باور کنم مثلا همه بگن گودزیلا واقعیه. یا مثلا اصلا کسا خواهی گودزیلا بیگ فوتو شنیدی پاگونده؟ بله. نصف میدونی مثلا 10% دنیا باور دارن واقعیه؟ خب ببینید، گفتم این تو مغز مردم ازش تو هیچ منچار جور نبودم، برای اینکه تو خانواده بوده شده که هیچ اعتقادی نداشتن و باشه، ولی تو ایران تلقین نکردن. ولی تو ایران انقدر تو میشنوی هنو میشنوی باشه، این اگه الاغ باشی میتونی باور کنی. خب میتونم بگم مامان بابای من شیطانن. بله ببین، صدف خواهرت شیطانه، کلاس چهارم یا پنجم ابتدایی بود، یه روز اومد خونه بابا، گفتم بله، گفت به مامی بگو برای من چادر و جانماز و اینا بگیره، من میخوام نماز بخونم. خب اینقدر معلم بهش گفته بود، این تحت تاثیر قرار گرفته بود، میخوام نماز بخونم. گفتم من هیچ مخالفتی با تو ندارم، تو در انتخاب اینکه چی کار بکنی آزاد هستی، اما اگه چنین تصمیمی داری برو لباسات جمع کن بذار توی چمدون، برو خونه مامان بزرگت، اونجا باش، اونجا هر چی بخوای نماز بخونی، تو خونه من نمیتونی نماز بخونی. خب این بعد پرسید چرا؟ خب من براش توضیح دادم. خب این بعد فهمید. حالا اگه من یه پدر بودم گفتم باریکلا باریکلا آفرین، تشویقش هم میکردم تا چیزی براش بخریدم، میرفت و غرق در این داستان میشد و فرو میرفت تمام میشد. آره دیگه راست میگه، خیلی سخت قبول کنی مامان بابا احمقن. حاضری احمق باشی فقط واسه اینکه فکر کنی مامان بابا راست میگفتن. خیلی خب ما 4 دقیقه دیگه فاصله داریم با بیمارستان. خیلی حال کردم بابا، مرسی واقعا. خواهش میکنم. بچه اونم خوشتون اومده باشه. اینم هی همه میگیم بابا بابا بابا، دیگه امروز چون بعد ما هم میافتیم بیرون گفتم یه دونم این برنامه ها بکنیم توش سکس ملو. بابا بله. آهنگ بخونم میخونی؟ من صدام خوب نیست متاسفم. فکر صدای من خوبه؟ تازه آهنگ دختران رو میخوایم بخونیم. دو بحثه صدام جبه آهنگ هست ماما که میخونه جدیدن I'm a Barbie girl in a Barbie world. میخونی؟ بگو I'm a Barbie girl. نه بابا من صدام درد نمیدو این کارا. خب فقط بگو I'm a Barbie girl. چی؟ بگو I'm a Barbie girl. باربی که اسباب بازی باربی. I'm a Barbie girl. ولی حالا خواهنده نمیگو I'm a Barbie girl. نه تو اونشو نمیتونم. یه دونه بگو. هیچ کسی تو دنیا تو قدرتون نهیده تو گو I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl. I'm a baby holiday in the Barbie world. بچه ها love you chucks.